سلام، درود ویژه. آقای پوتین عنوان کرد موافق حضور ایران در منطقه آزاد تجاری اوراسیاست. بلاروس، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان و حالا ایران، آسیای مرکزی، جایی که با تاجیکستان، کشوری که مردمانی داره از جنس سرزمین ایران، هم تباران ما، هم زبانان ما، سطرات ما مطلوب شده، تو برهه از تاریخ قرار داریم که شرایط ویژه‌ای ایجاد شده. براتون تشریح میکنم نوع بازی ایران باید به چه سمت و سوی بره. اساس آسیای مرکزی تو چه فضای قرار گرفته و این رقابتی که سالیان سال بود، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بیش از 6-7 دهه، حوزه نفوذ ایران توی منطقه آسیای مرکزی به خاطر اینکه جزوی از شوروی بودن غیر قابل تصور بود. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دوره یلتسین یک کمی غافل شدن، نگاهشون به تو حوزه کشورهایی بود که سمت اروپا بودن. یک فضا ایجاد شد که دیگر رقبا وارد آسیای مرکزی بشن. خب ما شاهد حوزه ترکیه بودیم، ایران رو داریم. اصلا اساس آسیای مرکزی رو دیدید کجا قرار داره؟ هم با روسیه هم مرزه، هم با چینی که یک در واقع قدرت نوظهوره، هم با ایران در حال توسعه مستقل و فضای ضد غربیه، هم پیشینه هایی با ترکیه داره، هم بعد از حمله آمریکا به افغانستان اساسا آمریکایی ها هم اومدن برای اینکه تاثیرگذاری داشته باشن تو آسیای میانه. هر کدوم اینا به دنبال یک چیز بودن. اومدن آقای پوتین، اساسا روسیه آسیای مرکزی رو به مانند مونرو، طرح مونرو که قاره آمریکا رو حیات خلوت آمریکا میدونست و میگفت، عنوان میکرد که اروپایی ها نباید بیان اینجا، در تو فضای آسیای میانه ما همین شرایط رو داشتیم. روسیه یک مونرو در واقع روسی تعریف کرد برای منطقه، دنبال میکرد این که خط روسی اونجا حتما باشه، بخشای روس تباری که توی این کشورها هستن تقویت بشن، ابزار فشار باشه و اونجا رو حیات خلوت خودش کنه. اما کشورهای آسیای میانه به دنبال چی بودن؟ یک نوع توازن. از لحاظ ایدئولوژیک سعی میکردن مورد در واقع تأثیر پذیری قرار نگیرن، سعی میکردن یک دولت ملت ایجاد کنن، جغرافی هایی که زمان جزوی از ایران بوده، بعد جزوی از شوروی شده، حالا از شوروی جدا شده، خطوط مرزی مشخص شده، البته با مناقشه مثلا بین تاجیکستان و قرقیزستان. شما یه خط مرزی بزرگی داری 500 کیلومترش مشخص، بقیهش کاملا مورد مناقشه است. حالا با الان واردش نمیشم. اینا سعی میکردن به یک توازنی برسن، سطح روابط با آمریکا، سطح روابط با ترکیه، سطح روابط با ناتو، اسرائیل حضور داشت، خود روسیه با چین همسایه هستن، ایران رو هم از این طرف دارید. این فضایی بود که اونا سعی میکردن نوعی از بازی میانه رو انجام بدن. موفق ترینشون توی مقطع نورسلطان نظربایف بود، اومد توی قزاقستان یه زمانی انرژی خیلی رفت بالا، کشوری که نفت و گاز داره. خب اینا میدونید محصول در خشکی ان، قزاقستان بزرگترین کشور محصول در خشکی دنیا هست. از سه خط لوله از سمت روسیه این نفت رو میفروشه، هر سه خط قدیمی هستن، امکان انتقال نفت پایینه، ای خط لوله به چین نزدیک 20,000 بشکه میده، خیلی مشکل دارن. گاز هم داره، فکر کنم رتبه 10 داره یا 11 داره تو نفت و گاز، و همسایه دریای کاسپیان ما هم هست. اما به شدت توی فرایند فروش محصولاتشون مشکل دارن از بعد مسیر. خب توی مقطع انرژی خیلی رفت بالا، اومد هزینه کرد، پایتخت رو از آلماتی برد به سمت آستانه که برتاس میکردن نورسلطان، جایی که 40 درجه زیر صفر، بادهای سنگینی میاد، درختکاری کردن، برج ساختن. چرا؟ میخواد اون ترکیب روس تباری که تو بخش شمال بود و همیشه نگران این بودش که یک روزی جدا بشه رو تغییر بده، تا حدی هم موفق شد. توی فضای آسیای میانه ما شاهد کشورهایی هستیم که
سعی کردن تمام این سالها با تمام این طرفها سطح روابط رو حفظ کنن، توازن ایجاد کنن. البته روسیه قدمهاش بلندتر هست اونجا. خب اتفاقاتی افتاد، آمریکا اومد تو افغانستان برای حضور تو افغانستان تو یک دو تا از این کشورها پایگاه زد، ازبکستان پایگاه داد، قرقیزستان داد، پایگاهایی بود که در واقع اون فرایند درگیری استفاده میکردن. آمریکا تو افغانستان بود، زمانی که آمریکا تو افغانستان بود دنبال چند تا نکته بود. یکی اینکه به فضای تسلط چین و روسیه بر این کشورها رو کاهش بده، این خیلی مهم بود براشون. دوم تو فرایند ایجاد محورهایی که میتونه به روسیه و چین فشار وارد کنه خیلی هدفمند حضور داشته باشه، هم سعی کرد شرکت های اسرائیلی اونجا باشن، هم سعی کرد از قابلیت ترکیه استفاده کنه. میدونید دیگه تندروهایی که توی آسیای میانه هست خیلی مطلوب آمریکاست برای فشار و به هم زدن نظم بازی. طالبان یک نمونه هست. ما تو مرز مثلا قزاقستان و چین، پاکستان و چین، تاجیکستان و چین، قرقیزستان و چین، همه محدوده تندروها و اسلامگرای تندرو چینه، سینکیانگ، ایغورها و اون فضاییه که خب آمریکا خیلی دوست داشت اونجا باشه ولی نتونست اونو پیدا کنه. اساسا حوزه نفوذی که آمریکا به دنبالش بود ایجاد نشد. چرا ایجاد نشد؟ چون اون کشورهای محصول در خشکی به اقتصاد دنیا متصل نیستن، نوع سرمایه گذاری ها هم که اونجا شکل گرفت محدود بود، چین هم علاوه سرمایه گذاری اونجا حضور داشت، این کشورها به نقطه انتقال انرژیشون به روسیه به سمت مشتری اروپاییشون نیاز داشتن، به فروش نفت به چین نیاز داشتن. اینا مواردی بود که اتفاق نیفتاد. اما تو مقاطعی که ایران تونست تو بخش سنتکام دست بالا بشه این خیلی مهم بود. یک شریان تنفسی برای روسیه داشت ایجاد میشد برای اینکه بتونه فشار اروپا نسبت به خودش رو کاهش بده. آسیای مرکزی جایی بود که روسیه به این درک رسیده بود که اگر بخوام برم مقابله کنم با آنچه که تهدید رو به جلو و بسیار خطرناک اروپا نسبت به جغرافیای سرزمینیم هست، باید آسیای میانه رو در واقع از فضای اسرائیلی، ترکیه، آمریکا کاملا کنار بزنم. به تنهایی نمیتونست. یک پرانتز باز کنیم. ایران، روسیه، همیشه روسها نگران این بودن که با توجه به پیشینه بزرگی که ایران توی آسیای میانه از حوزه تمدنی داره بتونه قابلیت نفوذ پیدا کنه و سعی کردن این رو مهار کنن. به طور مثال تو بحث یکی از مؤلفه های ما بحث ایدئولوژی تشیع ما بود و یک فضای ضد تشیع همچنین کشور آسیای میانه هست. اینو من بهتون بگم، گاهن دلیل قطع ارتباطات ما میشد با اونها. توی ساختار روس ها به شدت سعی میکردن کشورهای آسیای میانه از ایران دور بمونن. چرا؟ چون اساس آسیای میانه ایران هست، اساس اتصال اینا به آبهای گرم دنیا ایران هست، اساس شریانهای تنفسی و در واقع ارتباطات پیوستگی به دنیا از طریق ایران امکان پذیر هست. چابهار، مکران و اساس خلیج فارس و اتصال با اقیانوس هند، این فضا داشته باشید. همینطور اینها میتونستن انتقال انرژی رو از دریای کاسپیان به ایران داشته باشن برای در واقع اون سلسله خطوط شبکه لوگذاری های ایران و برای فروش. میتونست نفت و گاز بیاد به سمت ایران تو پالایشگاه های ما، میتونست ما به ازای اون فروخته بشه به مقصد به مشتری هدف یا پالایش بشه برگرده به قزاقستانی که هزاران مشکل داره در بخش یک جغرافیای گسترده با جمعیت کم و پراکنده تو این جغرافیای بزرگ و امکان اینکه به قزاقستان با این حجم بزرگ و جمعیت کم بخواد به همه جای کشورش لوله گذاری کنه، خدمات نفت و بنزین و گاز بده نداره. هنوز هم بیش از 40% مردم قزاقستان با زغالسنگ خوشنو گرم میکنن. سخت این کار، سرمایه گذاری بزرگی میخواد، جمعیت 90 میلیونی که نداره، کمتر از 20 میلیون جمعیت شه. و این فضایی بود که حالا تو شرایطی که ایران تونست بخش
غرب آسیا تا شامات رو بگیره از آمریکایی ها، معکوس کنه و بیاد تو بخش قفقاز و آسیای میانه با همکاری روسیه. اولین برنامه این بود که ما بتونیم آمریکا، اسرائیل و ترکیه رو عقب بزنیم، یعنی محور ایران، روسیه، چین با سه محور، با محور سه کشور در واقع شما اسرائیل و ناتو رو تو یک فضا داشته باشید، آمریکا و ترکیه. عقب زدن این محور باعث میشد که ما بتونیم توی فرایند عقب زدن ناتو و همینطور تسلط بر ساختارهای سیاسی کشورهایی که دارن از غرب تأثیر پذیری میگیرن، وارد فرایندی بشیم که امروز آقای پوتین اعلام کرد، موافقت روسیه با ایران توی حوزه تجارت اوراسیایی. پنج کشوری که از بلاروس، نقطه اوراسیایی اروپا، روسیه، متصل کننده آسیا اروپا، آسیای میانه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان، قفقاز و ایران. ایران و این پنج کشور لیست مواد تولیدیشون رو به هم میدن و این پنج کشور هر چی رو که باید بخرن از همدیگه میخرن، مگه اینکه این کالایی که میخوان بگیرن تو این پنج کشور نباشه. و این شر، این فضایی که روسیه ایجاد کرد، با درک درست متوجه شد که باید ایران رو توی آسیای میانه بیاره. ما تو فضای ساختارهای سیاسی رقابت منطقه‌ای چهار مؤلفه داریم. شما یا منافع مشترک دارید یا موازی، یا رقابت دارید و تضاد. ما تو بخش تضادمون با روسیه فقط تو دریای کاسپیان بود و اینکه ما هنوز سهمی رو که اینها برای خودشون صحبت کردن رو نپذیرفتیم، اما وارد مناقشه هم نشدیم، درگیری هم نشدیم. خب اینو گذاشتیم کنار، هیچ هم امضا نکردیم. ما روی 20% ایستادیم. من تحلیل من در دریای کاسپیان رو تو کانال گوش بدید، جامعه کل داستانشو میفهمید. اینو ما به یک تفاهمی رسیدیم دولت آقای روحانی که فعلا از منافعش بهرمند شیم، این اختلافات رو بذاریم کنار تا در آینده ببینن به چه شکل میخوان پیش ببرن. اما روس ها متوجه شدن که اگر ایران رو نیارن بازیگر کنن، نمیتونن جلوی نفوذ بسیار خطرناک ناتو که بود سرزمینی روسیه رو هدف قرار داده بود، در واقع برای اینکه بخوان جلوی اونو بگیرن، باید ایران تو آسیای میانه باشه. ما تو فضای مشترکات و موازی با روسیه و همینطور چین چند مؤلفه تو آسیای میانه داشتیم. یک، عقب زدن آمریکا تو بخش افغانستان. انقدر هزینه رو بردیم بالا، عقب رفت و اومدیم با آسیای میانه و ایران، روسیه و چین، مدیریت طالبان که کار سختی بود ولی تا امروز انجام شده، جنگ و رقابت نیابتی رو اتفاق نیفتاد. تو بخش آسیای میانه دومین مؤلفه این بود که اجازه ندیم اسرائیل که متخصص این کاره و آمریکا تو بخش مرزی، حالا طالبان پررنگ ایدئولوژی رو کنترل میکنیم، تو بخش مرز قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان با چین همه ایدئولوژیک، ایغورها کاملا هم رهبرشون تو آمریکاست دیگه. الان کامل اینو بعد تو این زمینه مشترک بودن، اینو مهار کنم. از طرفی مدیریت این کشورها، این کشورها تنش‌های بزرگی دارن، تنش مرزی دارن، به هم هم مربوطه. مثلا قرقیزستان و تاجیکستان که درگیر بودن تو این مرزه که 15 نفر هم مردن، 340 نفر زخمی شدن، تا 500 و مقداری از این فضا مشخص شده، مقدارش مشخص نیست. اون مقداری که مشخص نیست، مرزنشینا سر اون منابع آبی دعوا دارن. همینطور آبی که از تاجیکستان میاد، سی دریا، آمو دریا میاد و هر پنج کشور رو تحت تاثیر قرار میده. از قرقیزستان میاد توی افغانستان، میاد تو پهنه ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان. بهره میبرن از آب، پنبه دنیا. یکی از طرحهایی که ترکیه دنبال میکرد چی بود؟ سد سازی رو بزنه، سدهای بالا دست در واقع دجله، فرات و ارس، آب بالا بیاد پنبه تولید کنه. خب الان تو بحث پوشاک ترکیه خیلی فعاله، ولی میزان پنبه که تولید میکنه بالا هم هست، از میزان مصرفش کمتره. مثلا یه 2-3 تن هم وارد میکنه. به طور مثال میگم، ارقامش دقیق یادم نیست، نگاه میکنم تحلیل بعدی بهتون میگم. الان اومده
داره میره به سمت که از این آب استفاده کنه، پنبه رو به شدت افزایش بده، 10 برند اصلی دنیا رو بیاره توی ترکیه. خب رقابت های زیادی از مالزی الان تو فضا داره شدت رقابت میکنه. تو یکی از طرحش این بود که با این کشورهای آسیای میانه ترک زبان که پنبه تولید میکنن، این فضا رو دست بگیره، پنبه اینا رو بیاره در واقع با پنبه خودش اون 10 کشور رو مجبور کنه سرمایه گذاری کنن قطب پوشاک دنیا بشه. اینجا بود که ایران سد راقوب، سنگ توده دور رو تو تاجیکستان زدن و آب و بستن، میزان آب رو و تهدید کردن که مثلا این میزان آبی که استفاده میکنید ما بالا دست رودخانه. به این شرایط بود. ولی بازی رو ترکیه باخت. ترکیه کجا باخت؟ ایران و روسیه با نگاه و تشخیص درست روسیه تونستن ترکیه و اسرائیل رو مهار کنن و آمریکا رو. به چه شکل؟ خب این کشورهای آسیای میانه توی توازن بودن، سعی کردن با آمریکا، ناتو، ترکیه، گاهن ایران و خود روسیه در ارتباط باشن، توازن ایجاد کنن. خب نور سلطان اومد کل سهام فوتبال آلماتی رو فروخت به ترکا. اصلا کجای دنیا اینجوریه؟ این فضا داشته باشید. روسیه یه همگونی با ایران انجام داد. ما بعد از در واقع اون فضای موفق در سوریه، خدا رو شکر دیدید دیگه، اینم یه بازی بود. روس‌ها داشتن از سوریه خارج می‌شدن، به محض اینکه فریب داد اینا اومدن ترکا، توی روسیه کلاً اومد تسلیح کرد دوباره حسکر رو و اونجا برای اونجا تحلیل می‌کنم حتما. برگردیم تو آسیای میانه. روسیه درک درستی داشت، متوجه شد که باید ایران رو بازیگر در آسیای میانه قرار بده. امروز مسیر ایران این امکان رو میده که تحریم نشه روسیه، اصلا تحریم اثر نداشته باشه. و ایران چرا تأثیر گذاره؟ چون اون توازنی که آسیای میانه میرفت سمتش با ترکیه و اسرائیل و آمریکا و خود روسیه و چین و اینا و ناتو و اینا، با محور ایران و روسیه ایجاد میشه تو آسیای میانه. این کشورها نگرانی خودشون رو دارن، استقلال و دولت ملت میخوان انجام بدن. خب اینها از مسیر اتصال به ایران به یک استقلال میرسن تو بخش اقتصادی و بسیار منافعشون میره بالا. میزان تنششون تو بحث آبی هم کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون ایران میتونه این مدیریت رو انجام بده، روسیه نمیتونه. روسیه مجبور بود تو دعوای اینها زیاد مداخله نکنه، نمیتونست طرف یکی رو بگیره، حضور نفوذش کم میشد، ولی دعوا هم نمیتونست انجام بده. اینا از آب بهره اقتصادی میبرن، نمیتونن، اقتصادشون شکوفا نیست، وصل نیستن. حالا بخوان وصل بشن به ایران شکوفا میشه، وصل میشن به تجارت، وصل میشن به آبهای گرم دنیا، تو بخش فروش حامل های انرژیشون. قبلا تهدید بود برای روسیه، امروز این خط روسی ایرانی برای آسیای میانه هم توازن ایجاد میکنه، هم فضای ترکیه اسرائیل آمریکا رو عقب میزنه. ما تو بخش قزاقستان تیر آخر رو زدیم دیگه، ترکیه و اسرائیل کامل اونجا رفتن کنار. خانواده نور سلطان بعد از چند دهه عقب زده شدن و ساختارها کلا تغییر کرد. بعد روسیه رفت سراغ اوکراین. من تو همون تحلیل قزاقستان من تو کانال تلگرام نگاه کنید، 1 و 2 تا تحلیل انجام دادم نیم ساعت. تو اون مقطع عنوان کردم، اون موقع به کانالمون یک گروه هم داشت که به دوستان چت می‌کردن، کامنت می‌ذاشتن. من اونجا گفتم که قزاقستان از طریق روسیه چراغ سبز می‌گیره برای اینکه از کریدورهای ایران برای انرژی و کالا استفاده کنه. خیلی گفتن آقا این چیزی که می خیلی خوشبینان است، امروز اتفاق افتاد دیگه. این درک درسته. ما باید از منافع مشترک و موازیمون بهره بریم، میزان رقابت رو مدیریت کنیم. یعنی چی؟ ما برای روسا میتونیم تهدید باشیم تو آسیای میانه تو بعضی از موارد. این تهدید رو چطور میشه مدیریت کرد؟ با فرایند پرهیز از 2 مؤلفه. یک، آسیای میانه جایی نیستش که ایدئولوژی محور باشه. چین مخالف روسیه، مخالف ما، ایدئولوژیمون نباید بره تو آسیای میانه. چرا؟ چون اساسا اونجا ایدئولوژی های تندرو هست، باید ایدئولوژی تو اون نقطه مهار باشه، این کشورها ایدئولوژیک نباشن، به ارتباط میتونن بگیرن. نگران کننده است برای چین، برای دولت‌های آسیای میانه، برای روس‌ها. نوع بحث حضور ما نباید ایدئولوژیک باشه اونجا، ما از ظرفیت‌های فرهنگیمون استفاده کنیم. 2، ما باید از ظرفیتمون تو تاجیکستان بهره بسیار عالی ببریم. یعنی بعد تاجیکستان با همسایگانش نوعی از فضای ظرفیت استفاده از جغرافیای ایران رو به دست بیارن، میزان رقابتشون کاهش پیدا کنه، همه منافع مشترک، بالا دست و پایین دست رودخانه رو هم بعد تاجیکستان مراد کنه.
همون اتفاقی که ما از ترکیه میخوایم به عنوان پایین دست، ایران میتونه این فرایند رو با کاهش نگرانی های تاجیکستان ایجاد کنه. تاجیکستان از لحاظ اقتصادی وارد یک فضای بهره‌مندی از جغرافیای بی‌نظیر ایران بشه. اینا بسیار عالیه، این مدیریتی که ایران میتونه انجام بده. دوم، تو بحث ایدئولوژیک ما نباید فضا رو تنگ کنیم به اونا، با توجه به اینکه نگرانی هایی دارن. ایغورها، طالبان، همیشه ذهنیتشون نسبت به ایدئولوژی نگران کننده بوده و ملاحظاتی دارن. سوم، ایران و روسیه تو بحث قراردادها و فضا و ظرفیت های آسیای میانه باید کاملا شفاف باشن. این شفافیت میزانه رقابت بین ایران و روسیه رو کاهش میده و برطرف میکنه. من عنوان کردم 4 مؤلفه داریم: منافع مشترک موازی، صحبت کردیم برای مقابله با جریان های و کارتل های مواد مخدر، برای مقابله با ایدئولوژی های در واقع تند رو در مرزها، برای مقابله با حوزه نفوذ ترکستان بزرگ ترکیه، نفوذ اسرائیل و آمریکا. اینها منافع مشترک و موازی ما هست. در موارد دیگه هم با توجه به اینکه روسیه رفته برای طرح نجات روسیه بزرگش مقابله با ناتو، مسیر آسیای میانه، قفقاز و ایران به روسیه شاهراه و شریان تنفسی اساس ایجاد توازن بین غرب و شرق، اساس ایجاد کریدورها و راههایی هستش که فرایند توازن غرب و شرق رو ایجاد میکنه. اساس بازی غیر دلاری در دنیا این نقطه در واقع کلیدی آسیای میان قفقاز و ایران هست. پس ما تو این فضا باید نوع توافقاتمون شفاف باشه، باید با روسیه و ایران هر دو شفاف عمل کنن، باید در فرایند انتقال انرژی به پالایشگاه های ایران به صورت نفت و گاز، مشکلی که در واقع تحسنی که توی اعتراضاتی که توی قزاقستان شکل گرفت چی بود؟ افزایش انرژی، افزایش عامل های گاز. قزاقستان رو بحث پالایشگاه مشکل داره، نفت و گاز داره، هم تو بخش انتقال نفت و گاز برای فروش مشکل داره. از طریق ترکمنستان به ایران میتونه کارو بکنه. ایران باید از ظرفیت هاش توی بخش آسیای میانه، به خصوص با توجه به این روابط بسیار حسنه که با تاجیکستان داره، برای از بین بردن اختلافات بین قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان به شدت استفاده کنه، مدیریت کنه. این فضا رو، این ظرفیت روس‌ها نداشتن. امروز ظرفیت‌های بسیار بالقوه میشه به تاجیکستان داد و تاجیکستان رو مجاب کرد تا نسبت به آبی که میاد تو اون فرایند با این کشورها به تفاهم برسه و ایران توی یک توافقی قرار بگیره که میزان تولید پنبه اینها رو توی قرارداد بگیره و صادر کنه. بسیار عالیه. این پنبه ها میتونه در واقع بخشی از فرایند هزینه هایی که اونا بعد از جغرافی ما استفاده کنن به سمت ایران باشه. ما میتونیم تو بخش پوشک بیاییم بالا. ما الان تمام صحبت های رهبری رو نگاه کنید، تمام فرایند پوشاک در ایران داره انجام میشه، فقط ما رو که ترکیه میزنن. نیازی نیست، ما میتونیم این فرما الان داریم به یک اقتصاد اوراسیایی تبدیل میشیم. روس ها صادراتشون قطع شده، پوشاک هر میزان تولید کنید استفاده میکنن. اینا ظرفیت هایی که ما میتونیم استفاده کنیم. اورانیوم قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، طلایی که اونجا هست، معادنی که هست، اینا ظرفیت هایی که ما باید به شدت باهوش باشیم و استفاده کنیم. میتونیم ما امروز 40% ظرفیت تولید کشورمون تعطیل بوده بخاطر تحریم ها. امروز یک بازار بسیار، همین بازار در واقع اوراسیا که ما عضو شدیم 300 میلیون جمعیت داره، کم نیست، بازار بزرگی برای تولید ما، بازار دلچسبیه، غیر رقابتیه. بیایم این فضا رو استفاده کنیم. تو بخش قزاقستان و قرقیزستان یک نکته هم من به دولت مردان عزیزمون بگم، تو بخش افغانستان خیلی بیشتر مدیریت کنید. آماده است. ببینید، ما راه آهنمون که به افغانستان رفت به صورت یوشک، چینی ها یک راه آهنی زدن از شمال شرقی افغانستان، خب هم بخش هرات و اینا که دیگه کوهستانی نیست، میره پهنه ازبکستان به قرقیزستان متصل میشه. ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان و زمان شوروی و اون راه آهن سیبری به هم متصلن.
غیر قیزستان باید به زودی متصل بشه به پروژه ما و تو رو خدا این کوریدور جنوب به شمال رو زودتر تکمیل کنید. فکر کنم الان تو بخش فاینانس هستن دیگه، ضمانت هایی که باید در واقع با روسیه رو سرمایه که میاره بعد تهیه بشه، تصویب بشه، تایید بشه، یه کمی زمان بره ولی امیدوارم زودتر تکمیل بشه. و این مواردیه که من معتقدم امروز ایران در آسیای میانه حضور داره. محور ایران، روسیه، چین، کاملا ترکیه، اسرائیل و آمریکا و ناتو رو عقب زد و این خیلی خبر خوبیه. استفاده بی نظیری کنید در آسیای میانه، درهای آسیای میانه به روی ما بازه، استفاده کنید. تو بخش یه نکته من بگم، شاید توافقاتی که شکل میگیره، تجار ما که میرن خیلی حرفه‌ای، خواهش میکنم یک کارگروهی شکل بگیره تو این بحث توافقات و کالاها، یک روند و آیین‌نامه حرفه‌ای تعریف بشه. البته که میدونم تو این منطقه تجارت آزاده هست، برای خود ایران میگم که این تجار ما تو یک فضای به شدت حرفه‌ای تجارت کنن. این بذر خوشنامی رو تو بخش حرفه‌ای رفتار کردنمون، تو بخش قراردادها، تو بخش فرایندها رو یه کارگروه قرار بدید، بذارید خیلی خوشنام ایران رو ببره جلو. و این حیفه، خیلی حیفه. ما باید تو این فضا خیلی حساسیت نشون بدیم برای اینکه تعهدات تجار ما، تعهدات بر طبق قرارداد درست بره و همینطور حمایت بشه که این تجار همینطور کالایی که میگیرن، اینها نه مواردی که باید انجام بشه. خیلی خیلی خوشحالم برای تولید کننده های کشورم. امیدوارم ظرفیت ها با حمایت دولت، بخش خصوصی رو حمایت کنید، بذارید فعالیت کنن، جوان ها برن سر کار، میزان حمایت از جوانان رو افزایش بدید، مسکن، شغل، همه اینها رو همسو با هم انجام بدید. خبرهای بسیار خوبیه. خواستم در تو آسیای میانه و فضایی که بود کمی هم تخصصی صحبت کرده باشیم. چین هم اونجا حضور داره، جایی که در همسایگی ایران چین و روسیه هست. روسیه به هر حال چندین دهه هستش که قطب اصلی آسیا هست. چین بزرگترین قدرت نوظهور حال حاضر دنیا هست، ایران مستقلترین کشور در حال توسعه دنیا هست. این آسیا میانه در همسایگی سه کشوره و یک نقطه بسیار بسیار عالی که حالا برنده بزرگش ایران، روسیه، چین بودن و باید از پتانسیلش استفاده شه. بازم تاکید میکنم در بخش منافع مشترک و موازی و در جایی که اختلاف هست بین ایران و روسیه، شفافیت بین ایران و روسیه میتونه این فضا رو کاملا به جلو ببره. انشاءالله که از ظرفیتاش استفاده بشه. پاینده ایران، همیشه ایران برای ایران.